از اشتباهات جبران ناشدنی مارشال فهیم. به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای چینل پیام روز. تقاضا می نماییم تا آخر این ویدیو با ما همراه بوده و چینل ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. رزاق مامون در برگه رسمی فیسبوک خود می نویسد: از اشتباهات جبران ناشدنی مارشال فهیم. آنچه که ما را به پذیرش حقیقت تلخ خود می رساند یا در نهایت نزدیک به حقیقت می سازد، بازگویی حقایق تلخ، بازبینی و مرور بر تاریخ گذشته حوزه خودی و یا هم نقد و روایات عاقلانه بر گذشته تاریخی طیف سیاسون ما که چگونه عمل کردن یا نقد و اعتراف می توان چراغی را جلو رای نسل آینده گذاشت تا نسل پس از ما تجارب تلخ گذشته را تکرار نکنند. اتفاقا دیروز در چای صبح خانه یکی از بزرگان مهمان بودم. بحث و دیالوگ را نسبت به خطاها و اشتباهات گذشته داشتیم. در این میان این بزرگ از مارشال فهیم یک خاطره را به نقل از امرالله صالح نمود، ضمن اینکه با شنیدن آن مو بر اندام آدم راست می شود. نهایت فهم و خرد سیاسی او را در این روایت نمایش و باستاب می دهد. در دوره موقت حامد کرزی، هندی ها با یک دیدار استراتژیک برای مارشال پیشنهاد می کند: 50,000 از مجاهدین تحت فرمان شما را معاش می دهیم و حمایت می کنیم. مارشال نه تنها این را قبول نمی کند، بل این حرف هندی ها را نقلا به کرزی انتقال می دهد. این مسئله موجب تنش میان هندی ها و کرزی می شود. حالا شما داوری کنید که چه کسانی از این قماش بر عنوان بزرگ بر سرنوشت ما تاجیکان حاکم و تصمیم گیرنده بودند. مواردی را که استاد منصور دیروز در مورد مارشال فهیم بیان نموده، از روی بدبینی و تنفرش نسبت به مارشال نبوده و نیست. او با بیان این گزارک دین و رسالت خویش را برای مردم ادا و انجام داده است. مارشال تمام تاریخ، هویت و ارزش‌های تاریخی ما را با یال دم و جفتک اسبش برابر نمی کرد. بیان و بازگویی حقایق و معنای دشمنی و گش اندیشی با مارشال و هر شخصیت سیاسی نظامی حوزه ما نیست. او یک ویژگی فوق‌العاده ای داشت که در رفاقتش آدم ثابت و یک رنگ بود، اما به درد تاریخ و هویت ما نخورد و نمیخورد. یک قهرمان تصادف بود. در همین حال، به نقل از صفحه رسمی ویدیا سپهری، هشدار احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی و آقای لطیف پدرام و آقای عبدالحفیظ منصور که جبهه مقاومت کانال های رسمی اطلاع رسانی خود را معین ساخته است و کسی حق ندارد دیدگاه ها و علایق شخصی خود را تحت پوشش یا عضویت جبهه مقاومت بر دیگران تحمیل کند و به اتحاد و همبستگی صدمه زند. آقای مسعود به آنان گفته است که برای همیش مدیون حمایت‌های مردم و بزرگان سیاسی باقی خواهم ماند.
اما به یاد داشته باشید، من گروگان خواهشاتی که به تصویر واقعی جبهه که مسئول فداکاری مردم مظلوم و گرسنه هست نیستم. صریح تصمیم خواهم گرفت و اخراجتان می کنم. آقای مسعود گفته است جبهه دعوایش مشخص است، یعنی عدالت برای همه و سرتاسر افغانستان. امکان ندارد که ما از یک طرف دعوای کل افغانستان داشته باشیم و از سوی دیگر خواسته های بسیار کوچک، محلی و در محور یک قوم تبارز کند. در همین حال، درگیری بین طالبان و باشندگان محلی در پنجشیر، چندین نفر دستگیر شدند. نیروهای طالبان دره پارندی در پنجشیر را محاصره و چندین باشنده محلی را بازداشت کردند. به نقل از منابع محلی، درگیری بین باشندگان محل و نیروهای طالبان زمان آغاز شد که یک موتر نظامی طالبان با ماین برخورد نمود. درگیری تازه دو روز پیش بین باشندگان محلی و طالبان در حالی صورت می‌گیرد که پس از تسلط دوباره طالبان، افغانستان دچار اوضاع وخیم انسانی و اقتصادی شده است. با رسیدن دوباره طالبان به قدرت، کمک‌های خارجی به افغانستان قطع شد. دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان از سوی آمریکا و غرب بلوک شد و فقر شدید و گرسنگی مردم افغانستان را در معرض تهدید و مرگ قرار داده است. در همین حال، راحله دوستم در برگه رسمی فیسبوک خود می نویسد: رستم دوران، شاهنامه اندراب. کاکا رستم مانند هزاران هموطن دیگر قربانی جنگ هایی هست که مزدوران استخبارات بیگانه به نام دین را انداخته اند. این مرد بلند قامت نه خواهان مقام و امتیاز است و نه برای آن می جنگد. مبارزه او برای آزادی، عدالت و برابری می باشد. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید. ما منتظر نظریات و پیشنهادات سالم شما دوستان هستیم. جهت حمایت از ویدیوهای روزانه ما، چینل یوتیوب ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما باخبر شوید. تا ویدیوی دیگر، خدا یار و نگهدارتان. اوقات خوش داشته باشید.